با من سلام به شما و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران گسترده که هستن. ایران موسع، به جای موسع گسترده، شاید برسونه همه ابعاد گسترده قضیه رو. آقای دکتر تشمول دودین سلمونی؟ نخیر، تشمول اومدم سفر. سلمونی هم الان رفتم برای سفر، برای تدارک سفر سلمونی هم رفتم. من اینجا آمدم. عروسی پسرتونه؟ نه خیر، عروسی پسرم متاسفانه یا خوشبختانه نیست، برای اینکه چون میدونی فیلم ها ساختن در مورد روز عروسی پسر یا دختر آدم و روز پر دردسر و در این حال روز پر شعفیست، ولی عروسی دوست یک پسر، پسر یک دوستمه و منو دعوت کرده بود و من اومدم در نزدیک 4 ساعتی استنفورد، شهر لکتاهو، که هم دریاچه زیبایی داره، هم محل اسکیست، هم محل قماره، قمارخونه زیاد داره، طبیعت بسیار زیبایی داره و برای عروسی هم یکی از جاهای محبوب بیشتر جوان ها هست که میان اینجا عروسی کنن. بعدم نیستش که جوان های ایران برن در آرامگاه پادشاه بسیار بسیار محبوب ایران کوروش. حالا اونجا که نمیذارن، در نمیذارن عروسی که میشه گرفت اونجا. والا من فهم کنم هر چیزی که با کوروش ربط داشته باشه مثل استخون برای آقایون گلوگیره، گیر کرده، نمیدونم چرا در گلوشون گیر کرده. هر کشوری اگر کسی مثل کوروش در تاریخش بود، هر رژیمی اگر یک سابقه درخشانی مثل کوروش در سابقه تاریخشون بود، به اون فخر میفروختن، سعی میکردن اونو تبدیل به یه مرکز توریستی بکنن، سعی میکردن که جهان رو آگاه بکنن که این مملکت یک زمانی رهبرانش کسانی مثل کوروش بودن، همیشه به وضع امروز دچار نبوده، کسانی بودن که حقوق بشر رو به رسمیت میشناختن 2500 سال پیش، کسانی بودن که 2500 سال پیش برای یهودیا حق آزادی قائل بودن و یهودیا رو از انقیاد آزاد کردن، کسانی بودن که یک امپراتوری درست کردن که در مفهوم واقعی امپراتوری چند ملیتی بود. ولی حکام امروز ایران به دلیلی که واقعا من جز بدخیمی فکر نمیتونم چیزی براش قائل باشم، سعی میکنن انکار بکنن وجود این شخصیت تاریخی رو و از روز اول هم این کار کردن. یعنی از روزی که این آمدن سر کار، یکی از اولین رؤسای دادگاهشون، یکی از اولین قاتلینی که واقعا به عنوان قاضی جان هزاران نفر رو شاید گرفت، یعنی خلخالی، یک کتابی در مورد به قول خودش راه زنان رو میگین، کوروش دروغین، نه گفته که او راهزنی میکرد. بله، میگه راهزنی میکرد، اون راهزنی میکرد، میگه که راه زنی. بله، بعدم محکومش میکنه به میدونید انواع چیزهای اخلاقی که خب مورد معمولا توجه خود این هاست. یعنی مسائل جنسی یکی از اولین مسائلی است که به همه نسبت میدن، چون در ذهن خود کسی مثل خلخالی ظاهرا این مسئله اینقدر اهمیت داره، میگند و متهمش کردن به اینکه با یهودیان نمیدونم فلان میکنه. و سعیدی سیرجانی که واقعا یادش بخیر، یه جواب دندون شکنی در همون زمان به این مردک داد، ولی میبینیم که امروز هم ول نمیکنن. یعنی هنوز بعد از 35 سال که متوجه شدن نتونستن تخت جمشید رو داغون بکنن، نمیتونن سابقه ایران قبل از اسلام رو داغون بکنن، دوباره همین هفته یکی از این آخوندهای امام جمعه یه جایی گفت ایران 1400 سال سابقه درخشان داره، خجالت داره برای یک مقام ایرانی، شرم‌آوره برای کسی که در یک پست رسمی ایران صحبت میکنه تاریخ مملکت رو نصف بکنه، درخشان‌ترین قسمت‌های اون تاریخ رو ندیده بگیره و سعی کنه به زور به مردم ایران حقنه بکنن.
که تاریخ از 1400 سال پیش شروع شده، در حالی که همه دنیا میدونه تاریخ ایران حداقل دو برابر این تاریخ 1400 سال است. 1500 سال قبل از اینکه عرب به ایران حمله بکنه، زرتشتی ها در ایران حاکم بودن و همین هفته میبینیم که این شورای نگهبان قضایی یک کسی رو که چند ساله در یزد در شورای شهر بوده، آقای سپنتا رو محروم کرده از عضویت در عضویت منتخب مردم در شورای شهر. شما به چه حقی چنین تصمیمی میگیرید برای کسی که چند بار وارد سابقه خدمت داره؟ همه اینها یه طرف، انادشون با کوروش یه طرف. امروز من با یه دوستی صحبت میکردم، اینا شنیدن که روز هفتم و هشتم ممکنه مثلا چند هزار نفر برن در پاسارگاد، در جاده‌ای که بین شیراز و اصفهان هست، اون قسمتی رو که باید مردم استفاده کنن برن به طرف پاسارگاد، اعلام کردن که برای هفتم و هشتم به خاطر تعمیرات بستن. من دروغ هم که میخوام بگن، دقیقا دروغ اورولی میگن، دروغ میگن که همه به مضحک بودنش واقفن. شما در تمام سال معطل موندین، الان که اعلام شده هفته و هشته اونجا تظاهراته، میخواید اونجا تصدیه بکنین. من واقعا چرا اینقدر دروغ ابلهانه میگین؟ میدونی فقط هم دروغ نیست، دروغ ابلهانه است و میدونی نوع دروغ اورولیه دیگه. دروغ اورولیه که اورول میگه وقتی رهبر یه چیز دروغ رو میگه حقیقته، اون دیگه حقیقته. وقتی فلان کوک رو میکنن از عقل استفاده نکنید و اون رو بپذیرید. خلاصه فضای واقعا شگفت انگیزی است از هم بی کفایتی هم بی عنایتی به تاریخ ایران. تمام سعیشون رو دارن میکنن پول بدن به مردم، ویزای مجانی میخوان به مردم بدن که 40 رو مثلا تبدیل بکنن به فقط در رقابت با عربستان سعودی، 40 رو تبدیل بکنن به بزرگترین سفر مذهبی عالم اسلام، چون در مکه مثلا 2.5 میلیون میرن. اینا هر جوری شده با هر فشار و هر نوع تحبیب و هر نوع کمک مالی که شده میخوان این رو تبدیل کنن به رقمی بالاتر از اون. پارسال هم سعی کردن و ادعا کردن که این بیشتر از حج. خب برای چی؟ یعنی میدونید بذارید مردم اگر خودشون راهی دارن برای این نوع سوگواری که میخوان پیدا بکنن، همه تبدیل به عکس خودش میشه. یعنی وقتی که کسی مثل مصباح میگه ما در عرصه فرهنگ بازی رو باختیم، دلیلی که بازی رو باختیم اینه که انقدر دروغ میگی، انقدر در مسائلی که مردم همه اجزایشون میدونن واقعیت‌ها رو وارونه جلوه میدی و با تاریخ ایران و با تاریخ 2500 ساله ایران عناد واقعا دونکیشوتی میکنید. البته من یه دفعه در مورد عناد دونکیشوت گفتم، چند نفر از دوستان بهم ایمیل زدن که به دونکیشوت بی احترامی نکن، دونکیشوت خیلی از اینا با خرد تر بود. به هر حال از دونکیشوت معذرت میخوام. بله، حالا بفهمید دونکیشوت کی بوده؟ دونکیشوت یک شخصیت برساخته سروانتس است، از یکی از مهمترین رمان‌های تاریخ ادب که در اسپانیا نوشته و یک شخصی است که اندکی به جنون دچاره، اندکی به اختلال حواس دچاره، ولی کنجکاو نسبت به جهان و همراه با یک مستخدمش سانچو میرن که محبوبشو، یار محبوبشو دلسینا رو پیدا بکنن و از خانه معهود خودشون خارج میشن، از خانه مألوف خودشون خارج میشن و اسپانیای اون زمان رو میچرخن دنبال این یار گمشده که بیشترش البته یار خیالی است. بارها و بارها موضوع فیلم شده، بارها و بارها موضوع نمایش شده. پیکاسو یکی از معروفترین طرح‌هایی که کشیده
از دانکیشوت و سانچو هست با چند خط ساده تمام اون ذهن رو بیان کرده. رمان بقایت مدرنیه، خیلی ها میگن اولین رمان مدرن تاریخه، به خاطر اینکه در قسمت دوم رمان خود سروانتس وارد رمان میشه و از جعلیاتی که در مورد رمان کردن و از کارهایی که دیگران کردن به عنوان اول شخص در واقع متکلم وحده متکلم خودش صحبت میکنه. رمان بقایت زیبایی است، نکات بسیار جالبی در مورد ایران و اسلام در اون قسمت که قسمت اسپانیا که دونکیشوت سفر میکنه داره. خلاصه یکی از واقعا شاهکارهای ادب، به یک روایتی کوندرا، میلان کوندرا نویسنده معروف چکسلواکی میگه تجدد که در واقع تلاشی است برای کشف جهان با سروانتس شروع میشه. وقتی سروانتس از خانه خارج میشه و ناملایمتی ها رو میپذیره و سعی میکنه جهان رو کشف بکنه، در واقع آغاز تجدد که اون هم در واقع حقیقت کشف جهانه، منتها این بار از منظر انسان، نه کشف جهان از منظر الهیات، نه تکرار جهان از منظر قدسیات، بلکه از منظر انسان خاکی موجود. و اون رو سرآغاز تجدد میدونه، سفر رو سرآغاز تجدد میدونه. خیلی خیلی واقعا رمان شیرین جانبی و دوباره یکی از شگفتی های روزگار اینه که زمان حیات و مرگ سروانتس یکم منطبقه با زمان حیات و مرگ شکسپیر. یعنی این دو نفر که دو رکن رکین فلسفه و ادب و هنر قنز و جهان هستن، بیشکم در این در یک زمان زندگی میکردند و دوران عجیبی است، اون دوران رنسانس. فکر میکنم آقای کارگردان عزیز ما شنیدن که آقای پرویز کاردان عزیز ما میخواستن سلام علیکی با آقای دکتر بکنن، فرصت نشد، ولی در خلال برنامه هم اگر دوست داشتن میتونن تشویرن، چون برنامه خودشونه به حال ایشون ساکونه هستن. از قدیم گفتن دیگه مهمون نه آقای دکتر، این همیشه شما میگین چیز خوبی نیستش، ببخشید ببخشید ما یک کمی بیادبی میکنیم. اختیار داری، خواهش میکنم. شماست ما، ولی خب به هر حال همونطوری که گفتید هم شما هم ایشون سابقه هستن، هر وقت تشبیرن فکر من میخواستن در باره همین سروانتس و اینا صحبت کنم، فکر میکنم حالا حتما اگر ایشون رو ملاقات کنن حتما، برای اینکه سروانتس واقعا باید خیلی در موردش صحبت کرد، خیلی. و یه روز کن اگر آقای هست از سروانتس که واقعا از فهم کنم از شاهکارهای ترجمه فارسی است که آقای قاضی کرده. بله. و ترجمه انگلیسیش هم میگن یکی از شاهکارهای ترجمه قاضی خیلی ترجمه است. بله. بر صورت نیستن. بله. نیستن مثل اینکه. خب آقای دکتر از اینکه بگذاریم، فرمودین که این آقایون به اصطلاح میخوان کلک هم بزنن، کلکاشون تبدیل به ملک میشه، کلک ملک. حضورتون عرض کردم که ایشون میخواستن فکر رو راجع به 8 آبان صحبت کنن، فکر میکنم به حال تماس میگیرن با اتون. بله، حتی 7 آبان ببخشی، 7 آبان به اشتباه کردم، 7 آبان. آقای دکتر
حضورتون عرض کنم که یه اتفاقی در ارتش ایران رخ داده. میخواستم ببینم آیا شما از این رخ داد با خبر شدید که حتما میشید. با فشار سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، دو واژه فارسی پارسی از متن دعا و احترامات نظامی ارتش حذف شد. یکیش نام ایرانه. خیلی پرگان بی پدر مادر. فرماندهان ارتش باید به جای استفاده از درود در احترامات نظامی بگوین سلام علیکم. این جدی هایی دکتران؟ نمیدونم، ولی جدی هم گاهی خنده غم‌انگیز میاره. بله، به جای عبارت ما سربازان ایران باید بگن ما سربازان انقلاب و اسم ایران رو نیارن. تقدیر از مدافعان امنیت و جبهه مقاومت نیز به متن نیایش افزوده شود. این اصلاحیه با هدف تغییر زبان و بیان رایج در ارتش ملی برای تبدیل آن به ارتش انقلابی و ارتش اسلامی صادر شده است. معلوم نیست، اینا البته در اطلاعیه نیست، معلوم نیست زمامدارانی که این دستورات را صادر می کنند چرا به جای ترامپ برای گفتن خلیج عربی به جای خلیج فارس تاختند. ارتش در ایران به ارتش در ایران دستور داده شده عبارت ارتش ایران را از متن مراسم دعا و نیایش حذف کنند و به جای ارتش ایران بگویند ارتش انقلاب. خلاص خیلی اشکنگیز های دهر واقعا. خیلی من نشنیده بودم این رو، تعجب نمی کنم. من از کیهان چپ لندن عرض کردم. بله، میگم من فقط من جهل خودم رو میگوشتم، من نمیم خبر جهلیه، من جهل خودم رو میگوشتم، ولی اگر درست بشه برای من اصلا قابل جای تعجب نیست. برای اینکه شما اگر به نام سپاه توجه بکنی کمتر کسی فکر کنم به این نقطه اشاره کرده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کلمه‌ای که درش جا نداره ایرانه. یعنی بزرگترین واحد نظامی ایران اسمی از ایران در نه در اسمش هست نه در پرچمش هست. در پرچمش یک آیه از قرآن هست، رنگش رنگ ایران نیست، ربطی به رنگ‌های مألوف پرچم ایران نداره، اسمش هم ایران نذاشته. یعنی وقتی که فلان آخوند میگه ما تاریخ 1400 ساله داریم، تالی فاصلش دقیقا چنین بیانیه است. برای اینکه از تاریخ 1400 سال اخیر هم در واقع تاریخ ایران رو دارن تغییر میدن به اون چه که در 37-8 سال اخیر اتفاق افتاده. برای اینکه در اون تاریخ 1300 سال قبلش این نوع آخوندیزم و این نوع حکومت مذهبی و این نوع کارهایی که دارن میکنن، این نوع تبلیغاتی که برای بعضی از این مناسک میکنن مثلا وجود خارجی نداشته. ولی گمان من هست که این نوع عربی کردن و به اصطلاح انقلابی اسلامی کردن چه زبان، مثلا به جای درود بگید سلام علیکم، کارساز نیست. الان شما زبان فارسی امروز نگاه بکنید، اون چی که در واژه‌ها نگاه کنید، واژه‌هایی که ساخته میشه نگاه بکنید، واژه‌هایی که امروز در ایران ساخته میشه، زبانی که در اکثر عرصه‌ها پیدا استفاده میشه، نه حالا زبان الکنی که در مثلا خطبه‌های جمعه میخونن و به عمد عربیش میکنن، ولی زبان یومیه امروز
خیلی صافتر از زبان 35-6 سال واژه هایی که ملت دارن میسازن همه واژه هایی که از با استفاده از زبان غیر عربیه، از اون فارسی، انگار همه دارن از ذبیح پیروی میکنن. ذبیحی که میگفت زبان عربی یک چندم توان زبان فارسی رو داره در واژه سازی، چرا از زبان عربی استفاده میکنید؟ تمام این اصطلاحاتی که با پسوند و پیشوند فارسی استفاده ساخته میشه، اینا به نوعی ساخته از الگویی است که ذبیح میگفت. یعنی اینا تمام تلاششون رو کردن، حتی تلاش کردن که تقویم رو عوض کنن دیگه. شما اولین حکمهای آیت الله خمینی رو نگاه بکنید، تاریخی که می‌نویسه، اولین تاریخی که می‌نویسه، اولین ماهی که می‌نویسه، ماهای فارسی رو نمی‌نویسه، ماهای عربی رو می‌نویسه. تاریخ در واقع غیر ایرانی می‌ذاره، بعد مثلا می‌ذاره 1357. بعدم به تدریج متوجه شدن که هیچ کسی اونا رو استفاده نمی‌کنه غیر از خودشون. ماهای عربی رو هیچ کسی غیر از خودشون استفاده نمی‌کنه. یعنی گره بر باد می‌ذارن اینا، همونطوری که در مبارزه با کوروش گره بر باد می‌زنن، همونطوری که در مبارزه با نوروز، چهارشنبه سوری، مهرگان گره بر باد می‌زنن، در این زمینه هم به گمان من اینا تلاش‌های امنیتی کوتاه مدت ابلهانه است در جهت سپاهیزه کردن ارتش. بله آقای دکتر، یک خبری بود حاکی از این که 37% اقتصاد ایران زیرزمینی است. حالا نمیدونم واقعا در ایرانی که مفهوم درصد و اینجور چیزا درک نمیشه از سوی دولت، از سوی رژیم، درصد رو و 36.7% رو از کجا پیدا کردن و اقتصاد زیرزمینی رو به چه معنا میکنن و به حال کیه که این کار داره انجام میده، یعنی اقتصاد زیرزمینی کرده؟ برادران قاچاقچی، عمدش برادران قاچاقچی هستن. یعنی دیگران هم این کار میکنن، یعنی هر کسی که در واقع مراوداتی خارج از بازارهای رایج و کانالهای رایج انجام میده، اون اقتصاد زیرزمینی است. و توی تمام نظامهای استبدادی، تمام نظامهایی که یک بخش به طور غیر سالمی و به طور غیر اقتصادی کنترل رو در دست گرفته، این اقتصادهای در واقع زیرزمینی رواج پیدا میکنه. عین وضعیت شوروی در قبل از سقوط شوروی حد زده میشد که حداقل یک سوم کل اقتصاد همین اقتصاد خاکستری به قول اونها بود. الان هم میدونی برادران قاچاقچی در این کار هستن. وقتی برادران قاچاقچی میکنن، دیگران انجام میدن. میدونی تعداد رساله هایی که مثلا نوشته میشه، مقاله هایی که نوشته میشه، همین چند روز پیش با یک دوستی صحبت میکردم که از ایران آمده بود، در ایران طبابت میکنن و دانشگاه هم درس میده. میگه تقریبا بخش عمده مقالات علمی که چاپ میشه در اونجا به عنوان مقاله علمی، مقالاتی است که پول میدن یا در پاکستان یا در خود ایران روی دانشگاه مقاله مینویسن، در یه جاهایی که با پول مقالات چاپ میکنن ولی به عنوان مجله علمی است چاپ. یعنی یک نوع فکر قاچاق. یک دوست دیگه بهم میگفت که من کمک کردم به یه نفری رساله بنویسه، بعدش 10 تا تلفن بهم شد که ما حاضریم پول بدیم بیا برای منم رساله بده. گفتم من اونو کمک کردم، دوستم بوده. یعنی همه اینا از کتاب قاچاق که میگیرن زیرزمینی چاپ میکنن و میفروشن. مثل کتاب شما. کتاب من میگم یک کسی به یه روایتی مثلا میگه کتاب شاه رو شاید 100,000 تا توزیع کردن و فروختن. خب کی غیر از برادران قاچاقچی میتونه
یک کتاب 700 صفحه ای رو در این شماره تکثیر کنه و پخش کنه و همه جا هم بفروشن و کسی هم به کسی کارش نباشه. تنها کسی که حق نداره دخالت در این ماجرا بکنه من حقیر هستم که چون در ایران نیستم و همه زمینه های دیگه هم همینطوره دیگه، میدونید مال بخرن مال بفروشن فلان بکنن، همه این درآمد قاچاقی که به عنوان پول زیر میز میگیرن اینا بخشی از اقتصاد زیرزمینی است دیگه. یعنی شما در هر کاری پورسانت میگیرن و هم پورسانت دهنده و هم پورسانت گیرنده میدونن که تنها راه امرار معاششون همینه. شما این 30% رو، من فکر کنم حتما 30% اقتصاد ایران قاعدتا در همین حالته، اضافه کنید به حداقل 50% که در دست سپاه هست مستقیم یا بیت رهبری هست یا آستان قدس رضوی هست که نه مالیات میدن نه بر اساس قوانین رایج مملکتی رفتار میکنن نه رقابتی رفتار میکنن، پول مردم میگیرن تو بانک ها میذارن بعد پول رو میخورن، کسی هم جرأت نمیکنه حرف بزنه. در مفهوم واقعی پانزی اسکیم درست میکنن. این پانزی اسکیم حتما تو آمریکا الان یه آدمی داره 30 سال زندان میکشه برای اینکه یه پانزی اسکیم درست کرده. پانزی اسکیم وقتی است که شما میایید به یه عده میگید پول به من بده من 20% بهت بهره میدم، پول از طرف میگیرید 20% رو یه سال اول بهش میدی بر اساس این شایعه که شما 20% پول میدید یه پول دیگه جمع میکنید پول این بقیه رو از این طریق میدید، تا وقتی که بتونید پول جمع بکنید میتونید این بهره ها رو بدید. به محض اینکه اون متوقف بشه اون سیستم از بین میره دیگه. تو آمریکا یک کسی مثلا نزدیک 100 میلیارد دلار اینجوری چیز کرده. تو ایران الان چند تا بانک هست از این بانک‌های قرض الحسنه، از این شرکت‌های خصوصی که تقریبا همشون رأسشون یا آقازاده یا یه سپاهه، از مردم پول گرفتن، از کاسبیان بگیری تا پدیده تا ساندیس یا همه این چیزا، از مردم پول گرفتن یه سال بهشون 20% بهره دادن. واضحه که تو ایران 20% بهره در هیچ جای دنیا 20% بهره توی اقتصاد متعارف که عملی نیست. پول مردم رو خوردن، مردم میان تظاهرات میکنن، کتکشون میزنن، طلبکار هم هستن، میفرستنشون زندان. یعنی 80% من فکر میکنم حداقل به 80% اقتصاد ایران اقتصادی است که مالیات نمیده، قوانین رو رعایت نمیکنه، برادران قاچاقچی و آقازاده ها و فرزندان آخونده و خود آخونده و اینا نشستن سر این خانه یغما دارن واقعا میچاپن. بقیه مردم وقت مجبورن هم اسرت اقتصادیشو بکشن هم مالیاتشو بدن. یعنی اون ملتی که تو ایران دارن مالیات میدن در واقع دارن بار برادران سپاه رو که مالیات نمیدن و آقای رئیسی که رأس یه ثروت عظیمی نشسته به هیچکی هم تو اون پس نمیده دارن تو اون اونا رو پس میدن. و به همین خاطر که وضع آشفته اقتصادی به رغم 700 میلیاردی که در دوران احمدی نژاد به بیت المال وارد شده هر روز آشفته تر میشه. آقای احمدی نژاد هم هر روز آتیشش تندتر میشه علیه هر کسی که بهش انتقاد میکنه. بله آقای دکتر، عادی شدن و رواج خرید و فروش اعضای بدن در ایران، سوء تغذیه، حاشیه نشینی، جستجوی دیوانوار گنج، دست فروشی، کودکان کار، ازدواج کودکان، که از این پدیده ها 4 مورد آن مستقیماً و غیر مستقیم با کودکان ارتباط دارند: ازدواج و کار کودکان و غیر مستقیم دست فروشی و سوء تغذیه. این رو آقای مجید محمدی نوشتند در 7 پیامد فقر
در جامعه ایران. آقای دکتر، از سوی دیگر وزیر کشور گفته است که در بسیاری از شهرهای ایران بیکاری به 60% رسیده. 60% از مردم بیکارن. یعنی دو نفر رو اگه جلوی خودتون دیدید مطمئن باشین که یکیش حتما بیکاره و دست یکی دیگه شون هم بیکاره، چون که اگه قرار بود یکیشون بیکار باشه میشد 50%، اون 10% رو برای دست شخص دوم به حساب میاریم. نمیدونم تونستم حرفم بزنم. بله، نه هم بیکاری مستقیم هم کمکاری، یعنی وقتی که تعداد فارغ التحصیلات، تعداد معلما، معمارا، پزشکایی که بیکار هستن مسافرکشی میکنن یا برای این شرکت‌های مسافرکشی در واقع کامپیوتریزه ای که روشن شروع شده، این یه بره ماجراست. یه بره دیگه ماجرا کار مزمنیست که اینها برای خودشون درست کردن. یعنی شما مثلا میخونید که آقای نجفی میگه در شهرداری 13,000 نفر کارمند است که معلوم نیست چیکار میکنه. خب اینا معلومه چیکار میکنن، این قالیباف عمش و داییش و دختر پسرش و پسر فرمانده سپاه و دایی زن فرمانده سپاه و همه رو یه آب باریکه در شهرداری بهشون دادن، سر کارم نمیان، آخر ما از بیت عنوان میگیرن، عنوانشون هم اشتغال ده. یعنی این اشتغال کاذب، اشتغال زایی. بله، اشتغال زاییه که آشغال زاییه در واقع. واقعا میگم به جای اینکه کار آدم وارد رو چیز کنن. دوباره با یه دوست صحبت میکردم که مقاطع کار بود، با بسیاری از این شرکت های دولتی کار میکرد، میگه کار ما میکنیم پول نمیدن و ما مجبوریم کار رو ادامه بدیم، برای اینکه کار نکنیم اون وقت امکان اینکه پول قبلی هم بگیریم وجود نداره. و اون پولا کجا میره؟ میره به همین آشغال زدایی که اینا کردن، پولایی که میدن به خود آخوندا. یه رقمی میخوندم در مورد یکی از این آخوندا که عضو شورای مجلس خبرگان هم هست، 400 میلیارد فکر میکنم، حالا رقمش رو نمیخوام بگم چون از حافظه دارم میگم. واقعا شوکه شدم که اینو دارم میدم به این آقا برای یه مرکز تحقیقاتی نمیدونم چیز در قم. پولایی که اینا دارن در مراکز میدن، پولایی که در به صورت مالیات نمیدن، این آشغال زدایی هایی که میکنن، اینا رقم 60% و حتی بدتر میکنن. یعنی بیکفایتی وضع اقتصادی و ناتوانیش در تولید کار واقعا اقتصادی زاینده مفید. یعنی یک فضای درست کردن که، و چون خودشون هم میدونن چه کثافت کاری کردن، از سایه خودشون هم میترزن. به همین خاطر مثلا هفتم ماه اگر مردم تو روزنامه یا تو سایت های مجازی گفتن بریم به یاد کوروش، یه دفعه میترسن اونجا مثلا یک حجمه به قول خودشون بشه، 1,000,000 اونجا جمع بشن و دیگه نتونن کنترلش بکنن. به همین خاطر علامت میزنن که ما میخواییم اینجا نورش رو درست بکنیم و جادهش رو صاف بکنیم. هفتم و هشتم فقط نگیم، فقط همین دو روز در تمام سال، هفتم و هشتم برای مرمت اون قسمت جاده. و بعدم یه جای دیگه هم دیدم که شروع کردن دوروبر خود اون ساختمان تاریخی مانع درست کردن که مردم نتونه حتی جمع بشن. یعنی هم یه سری موانع میله‌ای درست کردن، هم جاده رو بستن. البته جاده رو بستن میگن برای اینکه مرمت میخواد دیگه، هر جاده مرمت میخواد. این یکی نوبتش هفتم و هشتم. این جزو طنزای خودتون بود آقای دکتر، خیلی جالبه. طنز تاریخ متاسفانه. گریه آدم نمیدونه گریه کنه، واقعا میگم آدم نمیدونه یا بخنده.
باید هر دو رو کرد، چون تئاتر دیگه، تئاتر گریه خند ماست که تئاتر علامت تئاتر خنده و گریه توامانه، اینا هم همه یه کاراشون یه نوع تئاتر تراژیکیه، تراژیک کمدیه که آدم هم آدمو به خنده میاره هم به شدت به گریه. آقای دکتر، بی بی سی که در انگلستان یک دستگاه بسیار عظیمیه، بی بی سی نه بخش فارسیش، همه بخشاش یه بخش عظیمی از وضع اداری است در انگلستان. به هر حال این بی بی سی شکایت برده از جمهوری اسلامی به سازمان ملل متحد به خاطر روشی که جمهوری اسلامی برای کارمندان ایرانیش به کار برده. شبکه رسانه‌ای بی بی سی در واکنش به اقدام قضایی ایران علیه 152 نفر از کارکنان بخش فارسی این رسانه شکایتی را تسلیم مقام‌های سازمان ملل متحد کرده است. مقام‌های قضایی ایران کارکنان قدیمی و فعلی بی بی سی فارسی را ممنوع المعامله کرده و از این رو آنها نمی‌توانند به اموال خود دسترسی داشته باشند و مثلا ملک یا حتی یک خودرو رو، یک ماشین رو در داخل ایران نمی‌توانند بفروشند. بی بی سی روز چهارشنبه سوم آبان در بیانیه ای این اقدام جمهوری اسلامی را نمونه ای از آزار وحشیگرانه و اذیت‌های دامنه‌دار و فشار حکومت بر کارکنان بخش فارسی این رسانه عنوان کرد که هدف از آن ممانعت از همکاری روزنامه‌نگاران ایرانی با بی بی سی است. شما چگونه می‌فرمایید آقای دکتر؟ من یه مطلبی دیدم از روزنامه سپاه که در اعتراض یا در پاسخ به این اعتراض یه مقاله نوشته بود. من کل مقاله رو نخوندم، یه تیکش رو در یه جایی دیدم نقد شده، یه جای معتبری، یعنی میتونم یقین بگم که مقاله هست به این عنوان. تون بعد روزنامه جواد مال سپاه گفته که بله ما این کاری کردیم، خوبم کردیم، ما با بی بی سی در حال جنگیم و اینها جزء غنایم جنگیه و حق ماست که جلوی این کارا رو بگیریم. من غنایم جنگی میدونم اینا رو. من بعید میدونم در آلمان نازی مثلا هرگز در مورد اموال روزنامه‌نگارانی که در خارج آلمان دارن زندگی میکنن به عنوان غنایم جنگی یاد کرده باشن. البته اینکه علیه روزنامه‌نگارا این کارو میکنن خب واضحه که خیلی کار زشتی است، ولی جمهوری اسلامی الان 30 و چند سال این کارو در مورد مخالفینش میکنه. یعنی اگه شما مخالف جمهوری اسلامی باشید و اونا با شما مسئله داشته باشن، سفارت از تمدید پاسپورت، از قبول وکالتنامه، از انواع این کارهایی که وظیفه شونه، شما تا وقتی که شهروند ایران هستید چون یه آخوندی از شما خوشش نمیاد که نمیتونه سفارتتون رو بگی که مثلا ما وکالتت رو تصویب نمیکنه. ولی این کار رو آدم میشنوه که سالهاست کردن، ولی شناعتش وقتی در مورد بی بی سی میشه و در مورد روزنامه‌نگارای دیگه میشه. فقط هم میگه حالا بی بی سی صداش خوشبختانه بلنده و دستش به سازمان ملل میرسه، ولی هزاران روزنامه‌نگار ایرانی رو اینا از ایران بیرون کردن، هزاران روزنامه‌نگار ایرانی از حقوق شهروندی محروم کردن، خانواده هاشون رو در ایران تحت فشار قرار دادن و چون فقط زورشون میرسه و چون فقط مثل واقعا یک حکومت اشغالگر فکر میکنن میتونن رفتار بکنن. برای من واقعا عجیبه که مثلا اروپایی ها و خود دولت انگلیس که این همه با اینا معامله دارن و میدونن که معاملات اقتصادی اونها مورد نیاز این رژیم هست، چرا اونها
با قاطعیت برخورد نمید. چطور میشه شما خانواده روزنامه‌نگاری که تو لندن داره کار میکنه تو ایران به عنوان غنیمت تلقی بکنی و بگی که من هر غلطی میخواد باهاش بکنم میتونم بکنم، برای اینکه ما در جنگیم؟ چه جنگی شما با بی بی سی داریم؟ بی بی سی یه روزنامه مرکز خبررسانیه که در یه زمانی هم کلی از سخنرانی های آیت الله خمینی رو در آستانه انقلاب ایران پخش کرد و کمک کرد که این پیام به همه جا برسه، چون اون وقت ابزار جنگی نبود. حالا که یک کمی گاهی نظرات مخالفین رو هم منعکس میکنه، چون همیشه نظرات طرفداران رژیم هم به هر حال تو برنامه ها رو سعی میکنه به عنوان یک خبر مرکز خبررسانی منعکس بکنه. واقعا میگم یه وضعیت غریبی که در ایران اینها ایجاد کردن اینه که قبح خیلی کارا ریخته. نه، اگر یه زمانی مثلا رشوه خواری قبح داشت، الان دیگه قبحش ریخته. اگر یه زمانی فشار اصلا تو مجلس سوم بود به نظرم قبحش از لحاظ قانونی هم ریخت، یعنی یه قانونی بردن در مجلس از تصویر گذراندن که بر اساس آن گرفتن درصد در معاملات دولتی این حرام نیست، حلاله. به قول شما جزو چی فرمودی؟ غنایم جنگی. جزو غنایم جنگی. خب تو میگم این فکر داعشیه. داعش شما وقتی که بهش ایراد گرفتن که چرا زن و بچه مردمی که حالا بایشون دارین می جنگین اسیر کردین و می فروشین، گفتن اینا غنایم جنگی هن و در قرآن به ما اجازه داده با غنایم جنگی هر کاری می خواهیم بکنیم بکنیم. وقتی یه عده میان بهشون میگن که این نوع مقالاتی که در روزنامه سپاه گفته نوشته میشه فکر داعش داره، گوش میدن و میرن دوباره اون طرف رو میگیرن، اونم حبسش میکنن، خانواده اونم به عنوان غنایم جنگی تلقی میکنن، اموالش هم غنیمت جنگی میدونن و میشه اون چی که امروز شده. غنایم جنگی واژه انگلیسی داره آقای دکتر؟ غنایم جنگی بله. خب دیگه اصلا چیزای اصطلاحات قانونی خیلی دقیق هست، ولی در مورد غنایم جنگی اتفاقا بحث خیلی دقیقی در حقوق سیاسی است. ما به عنوان دانشجوی علوم سیاسی که می‌خوندیم خیلی این بحث جدید. بعد در قرن جدید در عصر تجدد دیگه شما حق ندارید غنایم جنگی ببرید، مثلا جرمه. وقتی آلمانا وقتا پاریس رو گرفتن و سعی کردن مثلا نقاشی‌ها رو بدزدن ببرن، جامعه به نامه محکومش کرد، گفت اینا، اونا گفتن اینا غنایم جنگی هستن، گفتن غلط کردین، غنایم جنگی چیه؟ اینا جزء میراث فرهنگی فرانسه است، نمیتونید ببرید. و کلی باهاشون جنگیدن و 70 سال بعد ازشون پس گرفتن. یه خانم یهودی که یه نقاشی کلیمت درجه یک در خونش بود و یهودی ها وقتی خونه رو گرفتن به عنوان غنیمت جنگی اونو برداشتن بردن، این خانم بعد از 50 سال پس گرفتن نقاشی رو. در موردش یه فیلم ساختن. یه پرونده خیلی مهم میداره. حتی اگر جنگ باشه و شما مملکت رو گرفتید، بازم اجازه این غلط‌ها رو ندارید. قانون اجازه به شما نمیده که، مگه اینکه فکر کنید قانون داعشه و هر کاری که میخواهید بکنید و تنها کسی که بهش جواب هستید به خداست. ولی اگر فکر میکنید به تاریخ جواب بگوید و به قوانین بین المللی و به دادگاه های بین المللی، همه اینا قابل تعقیبه. بعد از 50 سال، حتی بعد از 50 سال، الان هم اگه خیلی از این آقایون اگه بیان از ایران بیرون، من فکر میکنم حتما قابل تعقیب هستن دیگه. خیلی از کاراشون قابل تعقیبه. من یقین ندارم اگر رئیسی به جایی غیر از سوریه و عراق بره حتما تحت تعقیب قرار خواهد بود، برای اینکه جنایت علیه بشر کرده. خیلی دیگه از اینا، وزیر دادگستری سابق آقای روحانی هم همینطور، کسانی که
اموال رو حیف و میل کردن، کسانی که هزاران نفر رو به فتوای سخطی آقای خمینی دم تیغ دادن، اینها به عنوان مجرم علیه حقوق بشر حتما قابل تعقیبن. بیان بیرون اگر کشورهای اروپایی سیاست بازی نکنن حتما تعقیب میشن، همونطوری که پینوشه رو تعقیب کردن تو انگلستان مچش رو گرفتن، اینا رو هم یه روزی حتما میگیرن. اینا چیز نداره، گریز نداره. امروز هم دورانی نیست که مردم یا فراموش کنن یا شما بتونید یه سری اسناد رو بسوزونی و ردش نمونی. الان هست، این گورستان درست کردن از تمام این زندانی ها، خیلی از اینها اسمشون هم معلوم نیست، کسانی که کشتن اسمشون هم معلوم نیست. شما الان میتونید 10 سال اسامی رو پنهان کنید، ولی با دی ان ای 100 سال دیگه هم میشه اینها رو پیدا کرد. میدونید ما هفته پیش در استنفورد یه سخنرانی داشتیم از طرف یه استاد دانشگاه استنفورد به اسم سوپالسکی. این استاد اعصابه، یه کتابی نوشته در مورد اون چی که علم جدید اعصاب در مورد رفتار انسان‌ها میگه، مثلا علم جدید میگه. ما تا یه هفته در روز دیگه این سخنرانی رو در سایت دانشگاه خواهیم گذاشت. من واقعا توصیه میکنم دوستان برن به این توجه کنن. شاید هفته دیگه یه مقداری خلاصه سخنانشو اینجا خدمتتون عرض کنم که بینندگان ببینن. یک جهان کاملا متفاوتی در علم داره پیش میره و این آقایون انگار نه انگار قرن 21 و چیزی به نام علم جدید، چیزی به نام حقوق جدید، چیزی به نام حقوق بشر هست، ولی همه اینها هست. خیلی ممنون دکتر. از شما متشکرم. فکر میکنم که 1-2 دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمانده است. کارگردان بسیار پرمحبت شما عکس سوپولسکی هم یک صحنه یک لحظه گذاشت اونجا و واقعا صحبت درخشانیه و نکاتی در مورد هم اخلاق، هم قانون شکنی، هم پیدایش مذهب و نظام مجازات فعلی در جهان میگه که واقعا شگفت‌انگیزه. حالا هفته دیگه در موردش صحبت. اسمش چی بود؟ توپولسکی؟ سوپولسکی. سوپولسکی استاد دانشگاه است. در آمریکا یه جایزه معروفی هست به اسم جایزه مکارتر که به نوابغ میدن، یکی از اوناست که یه جایزه نابغه گرفته. سخنران بسیار بسیار درخشانیه در مورد پستانداران و مفهوم عشق در میان میمون‌ها. یه زمانی یک کتاب بسیار زیبا نوشت. این نتیجه تمام کارهای تحقیقاتیشه، این کتاب جدیدش، عنوانش هست بیهی. ما این سخنرانی رو به فارسی شروع کردیم ترجمه کردن، به زودی در سایتمون به فارسی هم خواهیم گذاشت و بعد قراره یک گفتگوی سه جانبه بین من و همکار عزیزم دکتر پرویزی و سوپولسکی اون انجام بشه که همین هفته آینده فکر کنم انجام بشه، اونم ترجمه میکنیم تو سایت میذاریم. خیلی جالبه در مورد اینکه علم اعصاب جدید در مورد این مسائلی مثل اخلاق و سلوک اخلاقی و همدلی و خشونت و باورهای به آدم قدسی چی میگن. خیلی بحثای جالبی هست. خیلی ممنونم آقای دکتر. دستتون درد نکنه. سپاسگزارم ازتون، سپاسگزارم از همیهنان عزیز که به این برنامه توجه میکنن حتی بعد از ماها، همچنین بعد از سالها که از برخی از مصاحبه های من در رادیو با آقای دکتر میلانی انجام شده، این میرن توی سایت های کهن و این سخنرانی ها، این مصاحبه ها رو میشنوند و ما بعضن برمیخوریم به شنوندگانی که در باره این مصاحبه ها بیان از من سوال میکنن و من میگم یادم نیست
یا حالا یادم افتاد. خیلی ممنون دکتر، خیلی ممنون هم میانان عزیز و کارگردان گرامی بهروز خان. امیدوارم که همگی موفق باشید.